علی حقمل از بام تا شام قلم می زند و برای روشنگری اطلاع رسانی می کند. او خبرنگار روزنامه هشت صبح از پرتیراژترین رسانه های چاپی در کشور است. اکنون اما خبرهایی که او می نویسد تنها از طریق همین دریچه یعنی آنلاین منتشر می شوند. کوشش کردیم که همچنان اطلاع رسانی کنیم. کار ما بیشتر متمرکز بر کار آنلاین بوده و از طریق آنلاین تلاش کردیم که به مردم اطلاع رسانی کنیم آنچه که از ما توقع داره برشان کار کنیم. روزنامه هشت صبح 15,000 چاپ میشد، در کابل و ولایت توزیع میشد. در کنار روزنامه مجله هشت صبح که به زبان پشتو نشر میشد 1,500 تیراژش بود و در ولایت های مشرقی و جنوبی توزیع میشد. بعد از سقوط نشرات چاپی ما با توجه به اختلالی که در کار چاپ و توزیع به وجود آمد متوقف شد. اجلاس دوحه بی نتیجه پایان یافت. آخرین تیتر نسخه چاپی روزنامه هشت صبح است، یعنی یک روز پیش از سقوط حکومت پیشین. آرمان ملی از رسانه های پرتیراژ دیگر چاپی، اما پس از نزدیک به دو دهه فعالیتش به گونه کامل متوقف شده است. مسئول روزنامه آرمان ملی میگوید که به دلیل مشکلات اقتصادی توان ادامه فعالیت را ندارند. 22 نفر کارمند ما در روزنامه داشتیم که فعلا تمامشان داخل کابل هستند، جایی نرفتن و بیکار میباشند. و ما منتظر حالات هستیم که چه وقت پس شروع میشه، حالات عادی شود که ما دوباره با نشرات خود آغاز کنیم. یافته های اتحادیه ملی ژورنالیستان نشان میدهد که تنها این دو رسانه نه، بلکه تمام رسانه های چاپی پس از سقوط حکومت پیشین فعالیت هایشان متوقف شده و فعالیت های بیشتر این رسانه ها با آنلاین محدود شده است. برای از اینکه نتایج مثبت قبلا داشت، ما امیدواری برای از اینکه همچون نتایج در آینده داشته باشیم اگر با این وضعیت ادامه پیدا بکنه، فکر میکنم یک بحران اجتماعی را داریم پیش رو میبینیم. بر بنیاد آمارها تا پیش از سقوط حکومت پیشین 150 رسانه چاپی در کشور فعالیت داشتند، اما به شمول این رسانه های چاپی برخی از رسانه های شنیداری در چندین ولایت کشور نیز فعالیت های خود را متوقف کردند.